اوه فکر کنم نتتون ضعیفه. نت من ضعیفه؟ بله من تصویرتون رو ندارم. حالتون خوبه؟ سلامتی؟ من تصویر شما رو عالی دارم، بفرمایید. خیلی خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت میکنم. زنده باشه. هم ساعتی رو تلاش میکنه بیاد یه ذره باهات حرف بزنم. ببخشید شرمنده، بفرمایید. امید جان یه دونه سوال داشتم. آقا این کلیپ آقای ساسیمانکن رو دیدی که با خانم الکسیس تگزاس؟ آره شنبه برنامه کردیه. بله بسیار عالی. ببین من فکر نمی‌کنم اون خانم توی اون لول توی اون سطح خب آدمی باشه که بخواد مثلا بیاد کلیپ توی یه خواننده مثلا اصلا بحث مافیا اصلا بخارم نمیتونه. ببین اصلا کسایی که وارد سینما بده ببین اصلا کسایی اصلا اولا که شما الان این همه ما الان ایرانی داریم تو لس آنجلس درسته؟ درسته. تمام این هنرپیشه‌های پرنستان هم که میدونید تمامشون معروفام که توی کالیفرنیا درسته؟ بسیار عالی. بله حالا پارتش اینجا چرا هیچ وقت ایرانی ها این هنرپیشه‌ها رو تا حالا نیدن یه عکس باشون بگیرن مثلا تو خیابون یه چیزی هیچ وقت نیدن؟ آره خب میدونم لیولشون یه جوریه که خب اصلا مثلا لیول همه اینا تو یه جزیره اصلا همه اینا یه جزیره‌ای براشون درست کردن تو کالیفرنیا همه اینا تو یه جزیره زندگی میکنن اصلا نمیتونی ببینیشون تو یه جزیره بعد مثلا شما از اگر بخوای بری تو اون جزیره رات نمیدن تو اون جزیره بعد تمام اینایی که تو صنعت پرن هستن اینا ببین مثل کارتلای اسلحه سازیه یعنی اصلا مال خودشون نیستن که اینا آدمای خودشون نیستن که هر کاری دلشون بخواد بکنن اینا اصلا باندهای مافیایی سنگین تری پشت قضیه است اصلا همین اساسی بانک من اینا توی کلیپ قبلیش گفتم اینو دارن آمادهش میکنن و برنامه‌های سنگین برای اساسی بانک دارن و اینو تو اندیشکده‌های آمریکایی دارن پردازش میکنن چون اون جامعه معلومه میدونی الان بیشترین مخاطب اساسی بانک میانگین سنی نوجوانه خب توی همون کلیپ دکتر آقای دکتر توی کلیپش همه با روپوش مدرسه ایرانی بودن با روپوش سرمه‌ای بودن خب حالا ببین میانگین سنی بالاتر جوون بخوان اینا لطمه های چیزی بزنن عرضم به حضور شما که فرنگی و اینا بزنن خیلی حالا مشکلی نداره ببین برنامه میده چیه؟ ولی اینا... اون میانگین سنی فاجعه است دختر پسرهای ما تحت اون مثلا چیز چی میگن تهاجم فرهنگی خب ما باید یه حرکتی بکنیم ما چجوری باید اینو واجبیم عملا جنگ بسیار ترکیبی خیلی گسترده ایه یعنی اینا به این نتیجه رسیدن که تو جنگ و اینا خب جنگ عراق بودش اون موقع گروگانای آمریکایی بودن اینا فهمیدن به صورت فیزیکی حریف ایران نمیشن چندین برنامه دارن برای تغییر بافت جمعیتی یکیش همین زاد و ولدهایی که الان تو سیستان بلوچستان هر ساعت داره نزدیک 11 تا بچه تو سیستان بلوچستان به دنیا میاد که 7 8 تاش سنیه یعنی تغییر بافت مذهبی ایران از طریق زاد و ولد دارن انجام میدن که پشتش هزار تا پروتکل داره هر سنی به دنیا بیاد هر بچه نوزاد سنی دارن 1.5 میلیون تومن میدن و این پول از عربستان داره میرسه برای این آقایین مولوی عبدالحمید و اینجور چیزا یه بخشی اونجا دارن کار میکنن برای کودکایی که الان هستن کودکای شیعه یا کودکای ایرانی هستن اینا رو دارن مغزشون اینجوری با حالا یکی از پروژه ها ساسی مانکره پروژه خیلی گسترده تره ببین ایشون وقتی که با الکسی تگزاس مثلا میاد اولا الکسی تگزاس توی همون شغل خودش که تو مافیات این ترفیع درجه گرفته حتی شما اگر یه بررسی کوتاه بکنید این خانم نزدیک 10 سال هیچ فیلم پورنوی بازی نکرده برای که این خانم 10 سال داره کارگردانی میکنه کمپانی خودش رو داره اصلا پولهایی که این خانم داره مثلا میبره انقدر سنگینه که مثلا خنده داره بخواد بیا برای یه کلیپی در حد شاسی مانکم برقصه اونم فارسی حرف بزنه اصلا شما ببینید تمام فیلم های خانم الکسیس تگزاس همه مال 10 سال قبله اصلا چون 10 ساله اصلا هیچ بازی نمیکنه چون سنش هم بالاتر رفت اینا اصلا لول شده کارگردان تهیه کننده خیلی از این هنرمندهای پرنستار بعد از یه مدتی اگر بتونن تو مافیا به جایی برسن میشن خودشون برنامه ساز و تهیه کننده بنابراین مسئله اساسی مانکن خیلی پیچیده تر از این حرف هاست منتها اینکه ما چی کار میتونیم بکنیم آقا ما چجوری باید اینا رو بکوبیم چجوری باید ما با اینا چیز بکنیم به قولی رو در رو بشیم ما تو این حوزه توانایی نداریم دیگه چون جریان بالاخره انقلابی و جریان من پیج اینستاگرام دارم خب برای حمایت از نوجوان ایرانی یه جوری این بی شرف رو رتبه کنیم هر چند لولش پایین کار خودمون انجام نده باشه کاری که این داره میکنه کاری که ساسی داره میکنه تو کشورهای اروپایی جرمه ببینید الان کاری که ساسی داره میکنه تو همین جزایر قناری اگر بکنه تحت تعقیب قرار میگیره تازه جزایر قناری که دیگه معروفه به یکی از حیات خلوت های مثلا کسایی که میخوان مثلا تو این داستان های سکس و اینا باشن میان اینجا اینجا اگه اون آهنگ اون بخونه برای اون رد سنی اصلا جرمه یعنی تحت پیگرد قانونی قرار میگیره منتها میگم برنامه سنگینه ما هم کاری نمیتونیم یعنی ما فقط در همین حدا میتونیم روشنگری کنیم بگیم ولی در اون بحث کلان
تو این حوزه متاسفانه ما شکست می‌خوریم، چون اینا جذابیت بالاخره دارن، ترانه‌هایی که داره می‌خونه بالاخره جذابیت داره برای بچه‌ها، به خصوص خیلی جذابیتش بیشتره. نسل جدیدم که والا ما دیگه نمی‌شناسیم، یعنی من 37 سالمه، این طرف 10 سال 15 سال عقب داره، مثلا وقتی یکی از ایران میاد اینجا من اصلا نمی‌فهمم دیگه چی داره میگه دیگه. نه، ما تو این حوزه متاسفانه اون جذابیت خاصو نداره طیف انقلابی دیگه، برای همین متاسفانه تو این زمینه شکست میخوره. بعد ببینیم آدمای روانشناس و جامعه شناس جدی‌تر بیان فکر کنن چجوری میشه مقابله کرد. ولی من مثلا تو حوزه کاری خودم میتونم در بیارم همینا، مثلا این الکسیس تکساس چیکاره است، این داستان چیه، اینا اصلا توی اونجا نیستن که تو بخوای بری دفترش، اصلا دفترش توی جایی نیستش که تو بتونی به صورت فیزیکی بری اونجا داشته باشی، اصلا دستش اینا توی جزیره اصلا را. بعد تو اون جزیره چرا رستوران داره، پیتزایی داره، اونایی هم که کار میکنن تو اون جزیره افرادی هستن که کارتای مخصوص دارن، اصلا اینا تو جامعه آمریکا هنرمندای پرنستار نیستن که شما ببینیدشون. پس وقتی که میاد بعدم پرسش اینجاست، این همه ما هنرمند داریم، هنرمند خارجی آمریکایی داریم، چطور یه خانم الکسیس هیچ کدوم از اینا نرفته شرکت کنه؟ شما برید یه بررسی، اصلا شما تالا دیدید این همه بالاخره بچهای ایران عشق آهنگای خارجی ان، تالا دیدم هنر سوپر هنر پیشهای پورنو مثلا بلنشن بیان برقصن برای یک کلیپ، اصلا اجازه بهشون نمیدن، اصلا اجازه نمیدن. من تعجب میکنم، من دیشب که دیدم شوک شدم راستش، یعنی من میدونم ببین مخاطب این آدم میانگین سنیش بالاتر باشه، میگیم خب آقا جوون اشغال کنن، اشغال نداره، ما خود اونم جوونی خب، ولی این فاجعه است برای جامعه. میانگین سنی مخاطب این بشر از بین 13 14 سال تا 18 19 ساله، این میزنه خیلی زیاده، این خیلی فرق لطمه ای که استاسین مانکن داره میزنه یک پازلی از این بازی بزرگتره که خیلی فراتر، انقدر فراتر از این حرفاست تخریبش که باید من خودم بررسی کنم ابعادش رو پیدا کنم. مثلا همین آهنگی که داره میگه سامیه نرو، این تیکه کلامیه که آقای نوید محمدزاده تو اونجا داره به خواهرش میگه، حالا این با همون لباس، با همون لوکیشن، با همون تصویر داره میگه سامیه نرو، بعد میگه جون چه بدنی، به خواهرش، یعنی این دیالوگ ما نوید محمد رو خواهرش فنی‌تره که شما متوجه میشی، ولی مثلا من اینجا نظر انداختم به خواهره، یعنی برادر داره به خواهره میگه جون چه بدنی، این خیلی ببین کار سنگین‌تر از این حرفاست. ابعاد کار اصلا بس تاسی مانکن خب دارم بزرگش تلاش کردم. این شما خیلی ما خواننده ها دارید توی این برخو، من با خیلی از خواننده ها دوست بودم، حالا شما بزنید خیلی از خواننده ها باشون اومدم مصاحبه کردم اینا، حالا نمیخوام دیگه نام بیارم، خونمون اومدن فیلماش هست تو اینترنت، یه سرچ کنید میبینید. ببین تو مافیای اینجا اگه شما رو تایید نکنن و پشتتون نکنن شما حذف میشید تو خوانندگی. وقتی که ابی خواننده برای عروسیش میگه ساسی مانکن بیاد بخونه و عروسی پسرش، بعد با خود همین بلند میشه میره عربستان، اینا چیزای شوخی نیست، اینا یه بازی خیلی پیچیده‌تره توی بین خوانندگان. خب حالا داریوش اقبالی آدم چیزی بود، ولی باز یه شخصیتی داشت، من دو سه بار بهش حمله کردم، این دوزاریش هم افتاد، اینا کشید کنار. ولی یه باندیه، یکیش خانم کاملیا انتخابی فره، این مال ایندیپندنت فارسیه، یه پسر دیگه هست آرش عزیزی خبرنگار اونجاست، اینا یه مافیایی راه انداختن با پسر ابی که اینا دارن مستقیم هم از اسرائیل پول میگیرن هم از عربستان، یعنی اینا همه دارن با هم کار میکنن. من اینا اومدن خواننده ها رو جذب کنن، رفتن سراغ شهرام شب‌پره. اینا شهرام شب‌پره اینا خب دیگه دولتشون تموم شده، خودشون هم نتونستن هر چیز نتونستن جذب کامل کنن، فقط بردن. ولی ابی خواننده کامل غرق داستان شد دیگه، چون پسرش توی یه پای بازیه. الان ابی برای همینم اومد کوچه نسترن رو خون. اینا همه چیزه برنامه کوچه نسترن هم یکی دیگه از پازلاییه که میخوان جوونا، یعنی ما همش میگیم آقا جنگ بشه، من جوون ایرانی میرم میجنگم، اونجا داره تو اون ترانه میگه که نرو به جنگ، برو به عشق نسترن برس، نسترن و عشق مملکت رو ولش کن، خاک مملکت رو ول کن، برو دنبال دختر محله. چطور در خواب بیند هم بدانه، اینا مسائلیه که توی خون ایرانی جماعته، توی وجود ایرانی جماعته، توی همون 8 سال دفاع مقدس به خدا آدم عرق خورش رفت وایساد پای کار، آدم خانوم بازش رفت. ولی برنامه اینا طولانی مدته، ببین تو کوتاه مدت اینا میدونن نمیتونن موفق بشن، اینی هم که شما میگی درسته، البته در طولانی مدت هم همیشه یه تعدادی بالاخره مملکت قاسم سلیمانی داده بازم خواهد داد، ولی بحث توده جامعه است دیگه، توده جامعه رو با انواع و اقسام کارها، اولا شما اینا موفق شدن تو 40 سال گذشته رشد جمعیت شیعه رو، ما تو زمان شاه 6 بودیم، یعنی هر زن و شوهر ایرانی که شیعه بودن 6 تا بچه می آوردن میانگی،
دیگه الان رسیدیم به در زمان آقای رفسنجانی به 4 رسیدیم، بعد که اون موقع میگفتن 2 تا کافیه، الان رسیدیم به کمتر از 1، یعنی تا 2-3 سال پیش باز 1 بود، الان به کمتر از 1 رسیدیم، در حالی که رشد جمعیتی سنی الان 3.5. خب این در الان مشخص نمیکنه، الان نمیتونیم بفهمیم، ولی وقتی که آمار مثلا ازدواج ها، آمار تولد ها رو توی گیلان که یه استان شیعه نشینه میبینیم که خیلی امسال کم بوده نسبت به 9 ماه اول سالی که توی سیستان بلوچستان آمار زاد و ولد بچه های سنی مثلا بالای هر ساعت مثلا 10 تا بوده، الان بیشتر نام داره میشه عایشه عمر تو سیستان بلوچستان برنامه، منم جمعیت سیستان بلوچستان 2.5 میلیون نفر، سالی 100,000 تا دارن کودک به دنیا میارن. آقا من جمعیت 2.5 میلیون نفر سال خیلی اونا دارن حمایت مالی هم میشن. خب همون کسایی که توی سیستان حالا اکثریت شیعن، توی بلوچستان هم بیشتر همون مولوی عبدالحمید و اینا توی بلوچستان هم. اونا حمایت مالی هم میشن، یعنی کسی که میره 5-6 تا بچه پس میندازه حمایت مالی میشه، دارن پول بهش میدن برای هر بچه یه خونه میگیرن. دو تا برادرم ازدواج کردن، یکیشون الان یه دونه بچه داره، یکیشون حالا یکی اون که یه دونه بچه داره یه دونه دایی داره، اون یکی واقعا آقا میگه من دو تا چهار تام نمیخونه، دخل و خرجم نمیخونه، هزینه های بچه داری بالا، جفتش یکیشون هم بنده خدا کارمنده، یکیشون هم کارگره. آقا نمیشه، واقعا نمیشه، هزینه های بچه داری بالا. به خدا مردم اینجا تو تهران 80 گرو 80، یعنی وضعیتی این بیشرف ها برای مردم درست کردن. گفتم ترکیبیه دیگه، ببین بعد خیلی ترکیبی تر، بله از من فشار اقتصادی میارن که مردم نتونن بچه داشته، یعنی بر پدر مادر این آدم تا ابد لعنت. در کنار این بحث ترکیبی که بخشش هم جنگ تازه بیولوژیکه، بازم داستانهای کشاورزی انقدر، یعنی برنامه ها دارن که بتونن ایران رو تا 20 سال دیگه زمین بزنن، یعنی اینا میدونن که حریف ما نمیشن، میخوان با تغییر بافت جمعیتی در نهایت یا بیغیرت کردن توده مردم، الان نسل الان رو دارن بیغیرت میکنن، وقتی کوچه نسلن میخونه آقای ابی داره نسل الان رو بیغیرت میکنه، موقعی که جنگ بوده تو که آقای ابی اومدی خارج کنسرت میذاشتی مست میکردی معتاد بودی، حالا تا برای ما نسترن شناس شدی کوچه نسترن میخونی، اون از اونجا، این آقای ساتی از این ور، تغییر بافت جمعیتی از این ور، اینا یک پروژه بزرگتریه که تو اندیشکده هایی مثل هاتسون و اندیشکده های جورج سورس توش برنامه هاشو ریختن دارن انجام میدن. ساسی مانکن هم یک پازل جدی تو این داستانه، پازل بخش فرهنگی و بالاخره جذابیت خوانندگیش هم ساسی مانکن داره. به هر حال ببینیم در آینده از این نظرا خب یه خورده وحشتناکه، ولی خب ما هم داریم مبارزمون رو میکنیم تا همه با هم دیگه بتونیم روشنگری کنیم، ما هم جلوشون وای میستیم دیگه بالاخره تا جایی که بشه. توکل به خدا، توکل به خدا. خیلی ممنونم ازت، خیلی خوشحالم که وقتت رو در اختیار ما گذاشتی. قربون محبتت بشم، شدید دوستت داریم، شدید دوستت داریم. تا زمانی که داداش من خطت این باشه، عرضم به حضور شما که لول فکری، سطح فکری تو این مسیر باشه، ما صرف تا صد هستیم. بعد از شما بشم. قربونت بشم. سلامت باشی عزیز دلم. بعد از این بس همینه، متاسفانه کار دارم گسترده یه به این سادگی ها نیست. حالا میخوام لایو رو ببندم با اجازتون. این بحث ساتی مانکن حالا من شنبه بیشتر بازش میکنم، این بحث سنگینیه، این شما نگاه نکنید که یه خواننده پرنستاری مثلا مثل الکسیس مثلا تکساس اومده توی داستانش، بعد بعدم خانومی که این 10 سال بازی نمیکنه، اگه حالا جوونا نوجوونا تازه مثلا سر کلش رو میجنبه وارد سایت هایی مثلا پرنستار میشن و اینا پرنستار رو دارن میشنسن، خب این خانوم رو نمیشنسن نسلای جدید، حالا الان این آورده مخصوصا داره نامش رو میگه هی تکرار میکنه که خب برن نام اینو سرچ کنن آمار در بیارن دیگه. نه اینجوری نیستش که مثلا این رفته باشه بگه آقا من میخوام یه کلیپ بسازم، خانم الکسیس شما مثلا میاد برای من بازی کنی، اونم بگه بله چقدر میدی سر قیمت جونو بزنن، یعنی خیلی بس ساده باشیم اینجوری فکر کنیم، مثلا این هنرپیشه ها قابل دسترس نیستن، یه همه ما الان ایرانی داریم تو لس آنجلس، خب چرا با هیچ کدوم از اینا با این خانم عکس ندارن، چرا هیچ کدوم از اینا با این هنرپیشه های پورنو عکس ندارن، چه مرد چه زن، چه مردای پورنستار چه زناشون، اصلا اینا توی یه جزیره هن. آقای استاسی بیا در بیا برای ما چه جوری کیا پشتتن که تو میتونی یه همچه خانم بیاری بیاری پشت داستانه، اینا معلوم میشه این بچه مطرب برنامه داره یک پازلی از این داستانه، خودش نه خودش اصلا عددی نیست، برای این آقای استاسی مانکن اگر بتونه همینجور خوش خدمتی کنه تا 10 سال دیگه برنامه ریزی کردن که حتی برای سال آیندهش میدونن چی میخواد بخونه، همه اینا رو آماده کردن، زمانهاش هم برای شناسایی کردن و این به خاطر همین
تغییر کلن بافت جمعیتی ایرانه که این خود زیرش هزاران داستانه، یک بخشش زاد و ولده، یک بخشش تغییر فکر کودکان بر نسل آینده است، نگاه نسل آینده. تو همینجا تو ما مثلا این لوکیشنی که این رفته حتما همون تیشرت نوید محمدزاده رو پوشیده. اینا ببین اینا تاثیرگذارترین حرفا رو به قول آقای حجاریان شما میتونی از طریق هنر بکنی تو خورد ملت. این نمیگم تو بیا بگی آقا الان فرانسه خب دارن توی اروپا هم دارن تبلیغ میکنن، شما میتونید با خواهرت بخوابی. این چیزی که تبلیغ داره میشه متاسفانه از طرف دولت‌ها و الان در فرانسه هم اومدن این قانونیش کردن، حتی برادر میتونه با خواهر بخوابه. خب اینا شما تو فرهنگ فارسی اگه بیای مثلا بگی آقا میتونی بری با خواهرت بخوابی یا با همه رگ گردنشون کلوف میشه، چیکار باید بکنی؟ باید آهنگ ساسی مانکنی درست کنی، دقیقاً نام سمیه، دقیقاً لوکیشن آقای نوید محمدزاده که داره با خواهرش سمیه صحبت میکنه. حالا جای خواهر نوید محمدزاده که خانم پریناز ایزدیار چیه اون یارو هنرپیشه بازی کرده بود، این هنرپیشه ها رو خوب نمیشستم، جای اون خانن، جای اون هنرپیشه که خواهر بود و در اون فیلم ابد و یک روز یک چهره معصومی داشت، جای اون خواهر معصوم چی باید بیاد؟ سوپر استار پورن استار خانم الکسیس باید بیاد. ببین کجاها رو دارم فکر میکنن. بعد اینه حالا میگه سمیه نرو، چه جون چه بدنی داره به خواهرش میگه، جون چه بدنی. حالا شما به مرد ایرانی بگی که آقا جان با خواهرت برو بخواب، رگ گردنش کلوف میشه، ولی همون مرد ایرانی حالا داره میاد میگه سمیه نرو جون با چه بدنی، داره به همخونی میکنه. از دیشب شما ببینید چند نفر برای چند تا آدم این مرد پسر، همون پسرهایی که اگه بگی به خواهرت میخوایم تجاوز کنیم رگ گردنش کلوف میشه، چند نفر اومدن ترانه آقای ساسی مانکنو همخوانی کردن. ببینید کجاها رو فکر میکنن، کجاها رو کار میکنن. اینا چیه؟ ما این قضایا رو به این شکل نگاه میکنی؟ اینا برنامه‌ریزی شده است که حتما باید بره اون تیشرت قهوه‌ای آقای نوید محمدزاده، حتی رکابی آبی رنگ نوید محمدزاده هم اینقدر دقتش بالا بوده. جای اون خواهر معصوم داره الکسیس رو میذاره. ببین کجا رو فکر میکنن؟ الکسیسی که شما میلیاردها دلار بهش بدی نمیاد برای کلیپت. نشه خودش تهیه کننده، الان 10 سال تهیه کننده کمپانی پورنستار داره، تمامی هنرپیشای پورنو میرن زیر دست خانم الکسیس، 10 سال ایشون تهیه کننده فیلم پورنوه. اومده تو کلیپ این بچه مطرب داره چیز میکنه، چون میخواد خواهر ایرانی رو بکوبن، میخواد بگه آقای پسر ایرانی میتونی با خواهرت هم بخوابی. این اگه اینجوری بگه که جبهه میگیری تو. اگه من الان میام میگم تو با خواهرت میتونی بری بخوابی اشکال نداره، که میگه توف درود بیا رومی، یه جلوی من جبهه میگیری که. پس چیکار باید بکنه اگه کسی بخواد این کارو بکنه؟ کاری که ساسی مانکن داره میکنه. خواهر معصومو چیکار میکنه؟ که خانه پریناز بازی کرده بود، خواهر معصوم نوید محمدزاده تو فیلم ابد و یک روز میشه الکسیس. این کار تا کجا میرسه؟ وقتی که بهتون میگیم یک جنگ ترکیبی گسترده، جنگ ترکیبی گسترده علیه ملت ایرانه، از این میگن آقا شما ها توهم توطئه دارید. بابا ببندید دیگه، توهم توطئه چی داریم؟ ایرانو میخوان خوردش کنن. تمام دشمن اصلا در دیرباز تاریخ این بوده، محور شرارت عبری عربی غربی دنبال شکستن قطب جهان، یعنی محور آریایی است. اینا میخوان مملکت آریایی رو نابود کنن، همه چی ما رو میخوان بزنن. شیعه که یه پکیج ایرانیه بالاخره، اونو میخواد. اصلا بگیم شیعه اسلام واقعیه، چون یه اسلام ایرانی است بالاخره تو ایران، اونو باید بزنن، ولی با وهابیت کاری ندارن. ملی‌گرایی و ایرانگرایی و هخامنشی رو که باید بزنن، هخامنشی رو میخوان مسخره کنن. چی میگن؟ با وحشت‌طلب بازی و فلان و اینا و کل ملی‌گرایی رو میزنن. آ اینا چیه باستان‌گرا اینا، اونو که زدن. حالا خانواده که گفت، من بارها بهتون گفتم، من تو برنامه من و تو داشتم پاسخ میدادم، گفتم گفتم دعوای ما با مخالفینمون با من و تو و این رسانه‌ها جنگ بین خانواده و بی خانوادگی است، جنگ بین با خانواده‌ها و بی خانواده‌هاست. دعوا اینجاست. وقتی که میان مادر رو میزنه توی من و تو، دیدی؟ مادر چیه؟ مادر فلانه. مادر کی گفته مقدسه؟ وقتشه که تابوی مقدس بودن مادر بشکنه. حالا آقای ساسی مانکن پازل دیگه، وقتشه محرم بودن برای خواهر، تقدس خواهر داشتن، این که بر هوای خواهرم رو داشته باشم، حالا خودم میشم عامل تجاوز به خواهرم، اینم باید بشکنه.
تقدس بین خواهر برادر باید بشکنه. ساسی مانکن میگه به بهترین شکل ممکنه و خطرناکترین شکل ممکنه این کارو میکنه. اینا برنامه‌ریزی دارن میکنن. جنگ بسیار ترکیبیه متاسفانه. حالا ببینیم در آینده به یاری خدا به کجا میرسیم. خیلی خوشحال شدم امروز باهاتون همراه بودم. این بخش آقای ساسی مانکنی که الان صحبت کردیم اینو در انتهای داستان میتونم در یوتیوب مطابق بررسی دقیق‌تر این